سرلشگر محمد ولی قرنه‌ای. اینو معمولاً قرنه‌ای میگفتند و گاهی هم میگن، ولی درستش قرنی یا قرنه‌ایه، قرنی درست‌تره. یکی از عرفای ما هم همین بوده لقبش. فرمانده لشکر رشت، رئیس اداره دوم ارتش، معاون ستاد ارتش، طراح کودتا در زمان شاه، دو بار زندانی به اتهام کودتا به سبک سرهنگ جمال عبدالناصر، نخستین رئیس ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران. در آذر ماه سال 1335 خورشیدی، 1956-57 میلادی، دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی از 12 روزنامه‌نگار ایرانی دعوت کرد که برای یک دیدار 25 روزه به آن کشور سفر کنند. در آن زمان خروشچف در شوروی به قدرت رسیده بود. او گروه تندروی مالنکوف مولوتوف و همفکران آنها را که استالینیست بودند و سیاست شدت عمل در برابر غرب طرفداری می کردند کنار گذاشت و با روی کار آوردن مارشال بولگاگنین پیر، یکی از فاتحان جنگ جهانی دوم، خود در پشت پرده کارها را اداره می کرد. خروشچف قصد داشت با تز همزیستی مسالمت آمیز خود یخهای روابط شرق و غرب را آب کند تا شوروی فرصت یابد با استفاده از تکنولوژی غرب عقب ماندگی را جبران کند. این دعوت غیر منتظره که در زمان نخست وزیری حسین اعلا صورت گرفت، سر و صدای زیادی در محافل مطبوعاتی، دولتی، امنیتی کشور ایجاد کرد. دولت که مایل بود رابطه‌اش را با اتحاد جماهیر شوروی بهبود بخشد، بعد از وقایع آذربایجان و ماجرای نفت شمال، رابطه ایران و شوروی همچنان تیره بود. از این سفر استقبال می‌کرد، اما مقامات امنیتی سخت نگران بودند. این تعداد زیاد، یعنی 12 نفر، ممکن بود در آن مدت نسبتاً طولانی 25 روز تحت تأثیر پیشرفت‌ها و پذیرایی‌ها در اتحاد جماهیر شوروی قرار گیرند و در بازگشت به سود آنها به تبلیغ بپردازند. در آن سالها اتحاد جماهیر شوروی با مرام کمونیستیش قولی بود که می‌خواست تمام جهان غیر کمونیست را ببلد. در پشت پرده بحث و گفتگو در گرفت. نمی‌توانستند به روس‌ها جواب منفی بدهند، نمی‌خواستند با آن دعوت موافقت کنند. کاش اصلاً دعوتی در میان نبود، یا دست کم فقط 2-3 نفر را برای چند روز مهمان می‌کردند. سرانجام به این نتیجه رسیدند که فقط کسانی به این سفر بروند که قبلاً کشورهای غربی را دیده باشند و با تجربه مشاهده پیشرفت‌های جهان غرب تحت تأثیر ترقیات شوروی قرار نگیرند. ترکیب هیئت چند بار عوض شد. به جمعی گفتند دعوت را رد کنند. عده‌ای هم خودشان نرفتند. اما در آن سالها در ایران پیدا کردن 12 روزنامه‌نگار که اروپا و آمریکا را دیده باشند کار سختی بود. سرانجام با قبول اینکه دست کم نیمی از این گروه اروپا دیده و آمریکا دیده باشند، با مسافرت روزنامه‌نگاران موافقت شد. روزنامه‌نگارانی که در اوایل دی ماه 1355 تعیین شدند که به شوروی بروند، عبارت بودند از نعمت الله جهانبانویی، مدیر مجله فردوسی، علی اکبر صفی‌پور، مدیر مجله امید ایران، لطف‌الله ترقی، مدیر مجله ترقی، محمد حسین فریدپور، مدیر روزنامه صدای مردم، مصطفی علموتی، سردبیر روزنامه داد، ناصر خدایار، سردبیر مجله روشنفکر، بهرام بوشهری‌پور، سردبیر روزنامه طلوع، اسماعیل راین، نویسنده جراید، حمید هاشمی، سردبیر هفته‌نامه اتحاد ملی، ابوالفضل مرعشی، مدیر مجله اتحاد ملل، جعفر ساعدی، نماینده اطلاعات و نگارنده این سطور، مدیر مجله سفید و سیاه. بعدها عده‌ای از این افراد خود مدیر روزنامه‌ها و مجله‌های دیگری شدند.
طی چند روزی که خود را برای سفر آماده می کردیم، هر جا می رفتیم از اهمیت این سفر صحبت می شد. برای نخستین بار قرار بود پرده آهنین بالا برود و عده‌ای از روزنامه‌نگاران یک کشور غیر کمونیستی از شوروی بعد از استالین بازدید کنند. این پرده هنوز در قسمت‌های دیگر به روی جهانیان گشوده نشده بود. دو سه روز قبل از حرکت به سوی شوروی به من اطلاع داده شد که تیمسار سلشگر قرنی، رئیس رکن دو و معاون ستاد ارتش، مایل است با من ملاقات کند. ساعت ملاقات حوالی غروب و محل ملاقات ساختمان ستاد ارتش واقع در خیابان سرهنگ سخایی سوم اسفند سابق تعیین شده بود. البته با این سفارش که با کسی درباره این ملاقات صحبت نکنم. در آن زمان هنوز ساواک تأسیس نشده بود و رکن دو ستاد قوی ترین سازمان اطلاعاتی کشور بود که ریاست آن را سلشگر قرنی بر عهده داشت. در کنار رکن دو ستاد ارتش، اداره اطلاعات شهربانی و قسمت اطلاعاتی فرمانداری نظامی تهران به ریاست سپهبد تیمور بختیار سلشگر آن زمان، هم کارهایی در این زمینه انجام می دادند. ولی روزنامه نویسا فقط با قسمت مطبوعاتی فرمانداری نظامی که نظارت بر کار مطبوعات و سانسور نشریات را بر عهده داشت سر و کار داشتند. در ساعت مقرر به ساختمان ستاد ارتش رفتم. هنگام تعطیل کار بود. در نتیجه اداره خلوت. جهانبانویی و صفی‌پور هم دعوت داشتند. بلافاصله ما را به اتاق سلشگر قرنی راهنمایی کردند. اتاق بزرگی بود و میز کار بزرگی در قسمت شمالی آن قرار داشت. پشت میز نقشه بزرگی از ایران به دیوار نصب بود. مبل‌های راحتی در اطراف اتاق و سه مبل نزدیک میز چیده شده بود. ما روی آن مبل‌ها نشستیم. من تا آن روز سلشگر قرنی را ندیده بودم و با اداره او سر و کار نداشتم. او هم از کسانی نبود که در مجالس و مراسم دیده شود. در آن زمان او به نظر من مردی در سنین 40 آمد. باریک و بلند بود، چهره جذاب داشت، پوست صورتش آفتاب سوخته و اعضای صورتش ظریف و متناسب بود. چشمهای کوچک میشی، دماغ ظریف، لبهای نازک و متبسم داشت. از چشمهایش برق هوش میتراوید. لباس خوشدوخت و چسبان ارتشی با آن سردوشی پرستاره، واکسیل تیمساری، کمربند، نشانها و مدالها به او برازندگی خاص میداد. قرنه آن روز به گرمی از ما پذیرایی کرد. درباره سفرهایمان به اروپا سوال کرد. پرسید به چه کشورهایی سفر کرده ایم و نظر ما درباره آن کشورها چیست. از سردی هوای شوروی در این فصل و از پذیرایی های گرم آنها و از شوخ طبعی و خوش صحبتی روزها قصه ها گفت. تأکید می کرد حتما لباس گرم با خود ببریم. البته اینها مقدمه بود، خودش می دانست، ما هم می دانستیم. هدف آن بود زمان بیشتر بگذرد تا به هم نزدیکتر شویم. قرنه بار دیگر دستور چای و شیرینی داد و بعد از آن که باز مقداری از اینجا و آنجا صحبت کرد و اصل موضوع نزدیک شد. او گفت من به خاطر حرفم با طبقات مختلف جامعه تماس دارم، ولی همیشه در این فکر بودم که بین نظامی ها و روزنامه نویس ها شباهت خاصی وجود دارد. ما در کسوت سربازی، شما در کار مطبوعات. ما با تفنگ و مسلسل، شما با قلم و کاغذ. همگی یک هدف را تعقیب می‌کنیم: حفظ استقلال و عظمت کشور. ما و شما هر دو در صف مقدم جبهه قرار داریم و در هنگام خطر نخستین قربانی حوادث هستیم. دیگران می‌توانند خودشان و کارهایشان را پنهان کنند، ولی برای ما و شما این کار امکان ندارد. سرنوشت ما با سرنوشت وطنمان گره خورده. شمرده گرم و صمیمانه حرف می‌زد و ما دست کم خودم را بگویم نمی‌دانستم تیمسار با این مقدمه به کجا می‌خواهد برسد. باز گفت شما نخستین هیئت مطبوعاتی هستید که پس از سال‌ها از دنیای غیر کمونیستی به اتحاد جماهیر شوروی می‌روید. امکان دارد بعد از سفر شما بار دیگر پرده ها پایین بیفتد و روزها دیگر کسی را به کشور خود راه ندهند، اما فعلا شما را پذیرفتند. آنها می خواهند هر چیز خوبی که دارند به شما نشان بدهند. این عادت شوروی هاست.
و آنها چیزهای دیدنی زیاد دارند، چه از تاریخ گذشته و چه از پیشرفت‌های جدید خود. ما هم پیشنهاد می‌کنیم که همه را به دقت ببینید. حتی از شما توقع نداریم که لذت گردش و سیاحت را با انجام وظیفه از بین ببرید. آنگاه از جا برخاست، نقشه بزرگی را که از قبل آماده کرده بود برداشت و روی نقشه ایران قرار داد و در حالی که خطکش بلندی را در دست گرفته بود گفت: در این سفر شما را به این شهرها خواهند برد. در آن موقع هنوز برنامه سفر ما مشخص نشده بود و ما نمی‌دانستیم از چه شهرهایی بازدید خواهیم کرد. ولی بعداً که به شوروی رفتیم دیدیم 90% پیشبینی‌های سلشگر قرنی درست بود. آنگاه با خطکش به قسمتی از نقشه که مسکو و لنینگراد، سن پترزبورگ فعلی را از هم جدا می‌کرد اشاره نمود و گفت: یکی از برنامه‌های مهم شما در این سفر بازدید از لنینگراد است. در این مسافرت‌ها شما را با اتومبیل، با ترن و مخصوصاً با هواپیما جابجا خواهند کرد. اتحاد جماهیر شوروی کشور وسیعی است. فاصله شهرها از یکدیگر زیاد است. بیشتر سفرها را با هواپیما طی خواهید کرد. اما سفر شما از مسکو به لنینگراد با ترن و در فاصله نیمه شب تا صبح انجام خواهد گرفت. آنچه که من از شما روزنامه‌نویس‌های وطن پرست می‌خواهم کار کوچکی، فقط باید یک شب بی‌خوابی بکشید و حساب کنید در فاصله زمانی آن شب تا صبح چند قطار از طرف مقابل حرکت می‌کنند. دقت و شمارش صحیح شما برای ما خیلی اهمیت دارد. شاید این کار به نظر شما ساده باشد، ولی برای ما اهمیت حیاتی دارد، به خصوص که در شرایط فعلی این کار فقط از عهده شما برمی آید. سلشگر قرنی ساکت شد و ما مبهوت و متحیر به او نگاه می کردیم. تصور من این بود که با آن مقدم چینی تقاضای مهمی از ما خواهد کرد. ولی موضوع خیلی ساده بود. در ضمن عمل خلافی هم از ما نمی خواهد. آنگاه خطکش را روی میز گذاشت، به طرف گاف صندوق بزرگی که در گوشه اتاق بود رفت، در گاف صندوق را باز کرد. از داخل آن یک بسته اسکناس که معلوم می شد قبلا جدا شده بیرون آورد و به طرف ما دراز کرد. طبیعی بود که ما از گرفتن پول خودداری کردیم. ما قبلا به اندازه کافی دلار خریده بودیم و احتیاجی به پول نداشتیم. ولی قرنه گفت: اینها را من به شما نمی دهم. می دانم که پول دارید. از مقدار ارزی که خریده اید آگاهم، اما شما در آنجا ممکن است به پول روسیه احتیاج پیدا کنید. هیچ روسی از شما دلار نمیگیرد. در بازار تهران هم روبل پیدا نمی شود. اینها را با خودتان داشته باشید. در آنجا به دردتان خواهد خورد. با این استدلال ناچار تسلیم شدیم. او 3 دسته روبل روسی را که هر کدام از آنها به بزرگی یک نان لواش بود و نشان میداد ارقام درشتی است، بین ما تقسیم کرد و ما حیرت زده از ماجرایی که حتی فکرش را هم نمی کردیم و به فیلم‌های جاسوسی شباهت داشت و یک بار دیگر تأکید درباره آن که هیچ کسی نباید از جریان آگاه شود، از تیمسار سلشگر قرنی رئیس رکن 2 ستاد و معاون ستاد ارتش خداحافظی کردیم و از دفترش خارج شد. مسافرت شوروی از هر جهت جالب بود. دنیای دیگر بود با حال و هوای دیگر. روزها مردم با محبت و خونگرمی بودند و البته هستند و همسفران ما یک دل و با گذشت بودند. میزبانهای ما هر وعده غذا را با نطق و هر نطقی را با ضرب المثل شروع می کردند و با لطیفه به پایان می رساندند. روزها وقت ما به بازدید از دانشگاه ها، کارخانه ها، سدها، پل ها و مراکز ورزشی و چاه های نفت می گذشت که همه در نوع خود، البته به گفته آنها، معتبرترین، بزرگترین، بلندترین، درازترین، وسیعترین، مهمترین، عمیقترین و ترین و ترین در جهان بودند. این از خصوصیات دیکتاتوری هاست که به ظاهر مسائل بیشتر اهمیت می‌دهند. مقایسه همیشه با آمریکا بود. برنامه شبها جالبتر از روزها بود. اپرا، کنسرت، تئاتر، سیرک و اما خوشترین ساعت شبانه روز برای ما و حتما برای مهمانداران ما موقع نهار و شام بود. صرف غذا به خصوص شبها 2-3 ساعت تا
طول می کشید. سفره همیشه رنگین بود. انواع خاویارها، انواع برشها، انواع غذاها، انواع دسرها و تیان نوتها و تستها و ابراز دوستیها. بعد از شام راهی کنسرت، سیرک، اپرا و تئاتر می شدید. شبی که قرار بود از مسکو به لنینگراد برویم، چون وقت حرکت حدود نیمه شب بود برنامه تئاتر یا اپرا نداشتیم. وقت ما همش در هتل و سر میز شام سپری شد. آن شب شام مفصل‌تر بود یا مدتی که صرف شام خوردن شد طولانی‌تر بود. ما زیادتر خورده و نوشیده بودیم یا نوت‌ها و تست‌های مهماندارها در سر شام صمیمانه‌تر بود. هرچه بود برای ما شبی متفاوت از شب‌های دیگر بود. نزدیک نیمه شب خبر دادند که باید زودتر خود را به ایستگاه راه آهن برسانیم و تأکید کردند که خود را خوب بپوشانیم. آن شب سردی هوا بین 20 تا 25 درجه زیر صفر بود. در فاصله خروج از ساختمان هتل و پیدا کردن اتومبیل و گذاشتن چمدان‌ها در صندوق عقب آن، احساس کردم کمرم از سرما تا شد. ما به چنین هوای سردی عادت نداشتیم. روزها چرا؟ از این رو مرتب با ما که از سرما می لرزیدیم شوخی می کردن. سربازان آلمانی هم در اثر مارشال سرمای این ناحیه بود که شکست خوردن. در ایستگاه راهن در فاصله بیرون آمدن اتومبیل و رسیدن به قطار، باد چنان به صورت من شلاق می زد که گویی کسی با یک کارد تیز مشغول بریدن اعضای صورت ماست. برای ما یک قطار مخصوص رزرو کرده بودند با چند کوپه. هر کوپه دو تخت خواب داشت برای دو نفر. جاها همه از قبل مشخص شده. گرمای مطبوع داخل قطار سورت سرمای بیرون را از یادمان برد و به خاطرمان آورد که آن شب برای ما یک شب عادی نیست و ما سه نفر قبل از آن که کوپه های مخصوص خود را پیدا کنیم یکدیگر را یافتیم و با ایما و اشاره به هم یادآور شدیم که شب موعود فرا رسید. کوپه گرم بود، تخت نرم بود، چراغ خواب کورسو می زد و ما را به استراحت دعوت می کرد. درست نیمه شب بود که قطار حرکت کرد. به یاد سخنان هیجان انگیز تیمسار قرنه افتادم و تلاش او که میکوشید ما را تحت تأثیر احساس وظیفه نسبت به وطن قرار دهد. به خود فشار آوردم که تسلیم خواب نشوم. صدای یک نواخت عبور چرخ‌ها از حد فاصله بین دو ریل در حقیقت یک نوع دعوت به خواب بود، ولی من تسلیم خود را گرفته بودم. آن شب میبایستی بیدار میماندم. هنوز نیم ساعت نگذشته بود که قطاری با سرعت از مقابل ما گذشت و احساس خواب را که به سوی من هجوم آورده بود با خود برد و من هیجان زده گفتم این یک. اگر کسی صدای عبور دو قطار از مقابل هم را در عالم واقع نشنیده باشد، در فیلم‌های سینمایی حتما شنیده است. صدای مشخصی است که در شنونده ایجاد نوعی هیجان و حرکت می‌کند. برای بقیه شب فکر کردم برای آنکه خواب بر من غلبه نکند، موضوع یک رمان یا یک فیلم سینمایی را در ذهن مرور کنم. این کار را کردم. نیم ساعتی نگذشته بود که یک قطار دیگر از طرف مقابل رسید و با سر و صدای زیاد عبور کرد. گفتم این هم دو. قطار سوم و چهارم را هم در حالی که با کمال قدرت با خواب مبارزه می کردم در فاصله زمانی بیش از یک ساعت شمردم و داستان کتاب به نیمه رسیده بود که ضربات مشتی که پی در پی به در کوپه می خورد برا به خود آورد. زود بیدار شوید تا یک ساعت دیگر به لنینگراد می رسید. کوپه تاریک بود. چراغ خواب هنوز کورسو می زد. صدای خورخور همسفر دیگرم به گوش می رسید. آهسته پرده پنجره را کنار زدم. در بیرون روشنایی صبحگاهی دشت و صحرای پوشیده از برف را سفید کرده بود. به خود نهیب زدم. خدای من صبح شد. بار دیگر مهمانداری دیگر با مشت به در کوپه کوفت. در واگن رستوران صبحانه آماده است. با عجله لباس پوشیدم و خودم را به کوپه دوستانم جهان بانویی و صفی‌پور رساندم. آنها هم تمام شب در خواب بودند. غذای چرب و نرم مسکو و مخلفات آن و گرمای کوپه ما را مدهوش کرده بود. شاید هم مهماندارها چیزی به ما
شاید هم مهماندارها چیزی به خورد ما داده بودند. نه، اینطوری خیلی به داستانهای جاسوسی پلیسی شباهت پیدا میکنند. دلخور و دمق صبحانه خوردیم. ساعتی بعد قطار به ایستگاه لنینگراد رسید و با اتومبیل‌هایی که انتظار ما را می‌کشید به هتل رفتیم تا قبل از شروع برنامه بازدید از دیدنی‌های لنینگراد سر و صورت را صفا بدهیم. در هتل در همان حال که دوش می‌گرفتم و لباس عوض می‌کردم و به غفلتی که کرده بودم می‌اندیشیدم، ناگهان فکری از خاطرم گذشت. در میان مهمانداران ما یک نفر بود که فرانسه خوب حرف می‌دانست. او از مسکو همراه هیئت شد و تا آخر با ما بود، ولی هرگز ندیدم فارسی صحبت کند یا نشان بدهد که فارسی می‌داند. اسم او ایوان ژوپانوف بود. مردی بود خوش‌هیکل، مردی بود خوش‌قیافه، خوش‌هیکل با چشمای زاغ و پوستی سفید، یک اسلاو تمام عیار. او بیشتر اوقات با من بود، با هم فرانسه صحبت می‌کردیم و طی همان چند روز اول آشنایی یک نوع دوستی بین من و او به وجود آمده بود. از خصوصیات او یکی همین بود که در تمام مصاحبه‌ها و دید و بازدیدها یک کلمه حرف نمی‌زد. به محض آنکه مراسم تمام می‌شد، در اتومبیل، هواپیما یا کشتی کلاه شاپویش را روی صورتش می‌گذاشت و به خواب می‌رفت. آن روز صبح من هنوز در اتاقم بودم که ایوان آمد و با دست به در اتاق کوبید که زودتر حاضر شوم. در را باز کردم، دیدم در راه رو هیچ کس نیست. آهسته دست در جیب کردم و دست اسکناس‌های روسی را بیرون آوردم و به سوی او دراز کردم. نظر من این بود که اگر او به اسکناس‌های درشت طمع کرد، بگویم اینها را به تو هدیه می‌دهم و بعداً، نه همان ساعت و نه همان روز، بلکه بعداً ضمن سوالات مختلف در زمینه‌های مختلف بگویم شبی که از مسکو به لنینگراد می آمدیم، من از کثرت عبور قطار از سمت مقابل نتوانستم بخوابم و آن وقت نه به طور دقیق بلکه دست کم تخمینی بپرسم که آن شب چند قطار از سمت مقابل ما حرکت کرد. اگر اسکناس ها را نمی گرفت، می گفتم اینها را با خود از ایران آوردم و از تو می خواهم که با من بیایی برویم خرید بکنیم. اما ایوان تا چشمش به اسکناس ها افتاد، مثل آن که برق او را گرفته باشد، به زبان فرانسه گفت: موسیو بزادی، اینها را از کجا آورده ای؟ اینها خطرناکند، اگر ببینند اعدام می کنند. او آنقدر طبیعی حرف می زد که من اصلا به صداقت او شک نکردم. اسکناس ها را هنوز در دستم مقابل سینه او نگه داشته بودم که گفت: زود اینها را از بین ببر وگرنه گرفتار می شدیم. به اتاقم برگشتم، با شتاب در اتاق حمام را باز کردم و تمام آن اسکناس های درشت را ریز ریز کردم، داخل توالت فرنگی ریختم و سیفون را کشیدم و فقط وقتی که آخرین پاره های اسکناس که با صدای قلقل آب بالا و پایین می رفت از نظر ناپدید شد، نفس راحتی کشیدم. اما بلا فاصله فکری به خاطرم رسید: رفقای من، نکند آنها گرفتار شوند. خیلی زود از اتاق بیرون دویدم، به سالن پذیرایی هتل رفتم. جهان بانویی را به کناری کشیدم و با عجله جریان را برایش تعریف کردم. حال او بدتر از من بود. گفت نزدیک بود بدبخت بشوم. عین نقشه تو به فکر من هم رسید. اسکناس ها را به بوریس راهنمایی که همیشه همراه من است نشان دادم. او هم تا آنها را دید گفت: تقلبی است، اگر بگیرند اعدام می‌کنند. من هم همه را پاره کردم، در توالت فرنگی ریختم و سیفون را کشیدم. خلاص. ظاهراً بر صفی پور هم ماجرای نظیر ما گذشت. سفر ما در اتحاد جماهیر شوروی 25 روز طول کشید. حتی روز آخر پیشنهاد کردند اگر مایل باشیم باز هم چند روزی در آنجا بمانیم. ظاهراً مهمانهای خوش اخلاقی بودیم. من بیمیل نبودم مسیر مسکو لنینگراد را دوباره طی کنیم، ولی نشد. جالبترین قسمت سفر ما مصاحبه با مارشال بولگانین، بازدید از خرابه های استالینگراد و سفر به جمهوری ها و شهرهای اوکراین، تاجیکستان، سوچی، استالینگراد، ماکو و کرانه های دریای سیاه بود. در بازگشت به ایران من دیگر سراغ تیمسار قرنه ای را نگرفتم. می رفتم چه می گفتم؟ که خوابیدم و نتوانستم تقاضایش را که آنقدر برایش اهمیت قائل بود برآورده سازم.
از دوستانم هم خبر نگرفتم که چه کردند. حدود یک سال بعد از آن ماجرا در اسفند ماه 1336 سرلشکر قرنی را به این اتهام که قصد داشت کودتا کند بازداشت کردند. قرنی از مدتی قبل ارتباطهایی در داخل و خارج کشور برقرار کرده بود. او که از فساد در سطح بالای کشور آگاهی داشت تصمیم گرفته بود با یک کودتا قدرت را در دست بگیرد. درباره این کودتا زیاد صحبت شده است. مقاله و کتاب هم زیاد منتشر کردند و هنوز هم می کنند. در آن زمان گفته می شد این کودتا قرار بود با موافقت آمریکا انجام شود و حتی جان فاستر دالس وزیر خارجه با قدرت آمریکا هم در جریان امر قرار داشت. ولی انگلیس ها جریان را به شاه اطلاع دادند و با تعقیب و دستگیری پیکی که قرنی به آتن فرستاده بود ماجرا فاش شد. شایعه دیگر آن بود که سرلشکر قرنی برای انجام کودتا با چند تن از سران جبهه ملی و نیروی سوم و گروه‌های چپ مقیم خارج تماس گرفته بود. شوروی‌ها که از جریان مطلع شده بودند با توجه به اینکه ممکن است کودتا به سود آمریکایی‌ها باشد برای رفع این خطر و همچنین جلب دوستی شاه موضوع را به او خبر دادند. عده‌ای هم ادعا می‌کردند هم تشویق به کودتا و هم لو دادن کودتا کار آمریکایی‌ها بود. آنها برای آنکه شاه را وادار کنند برنامه‌های دیکته شده از سوی آنها را اجرا کند با عملی کردن مقدمات یک کودتا به وسیله قرنی به شاه نشان دادند که هر وقت بخواهند او را به همین سادگی می‌برند و اگر هم نخواستند با لو دادن کودتا او را نگه می‌دارند. همه این شایعات هم می‌توانست درست باشد و هم امکان داشت دروغ باشد. سیاست از این زیر و بم‌ها زیاد دارد. اسناد رسمی هنوز به طور کامل منتشر نشده است. در آغاز موضوع خیلی بزرگ قلمداد شد. از اعدام سرلشکر قرنی صحبت می‌شد، ولی بعداً به عللی که مثل لو دهنده‌های کودتا حقیقتش روشن نشد، دادگاه سرلشکر قرنی را به 3 سال حبس محکوم کرد و سرلشکر قرنی در اسفند 1339 از زندان آزاد شد، ولی از آن پس شدیداً تحت مراقبت ماموران امنیتی قرار داشت. سرلشکر قرنی در زندان با گروه روحانیون مخالف رژیم دوستی و رابطه نزدیک پیدا کرد. به این جهت به دنبال وقایع 15 خرداد 1342 و زندانی شدن و تبعید امام خمینی و عده زیادی از پیروان ایشان، سرلشکر قرنی در بهمن ماه 1342 به اتهام داشتن رابطه با آیت الله طالقانی و جمعی دیگر از روحانیون برای بار دوم زندانی شد و پس از چند ماه که در قزلحصار به سر برد در سال 1343 به زندان قرص منتقل شد تا 3 سال دوم محکومیت خود را در این زندان بگذراند. در اینجا بود که من پس از قریب 8 سال که از نخستین دیدارم با سرلشکر قرنی می‌گذشت بار دیگر او را دیدم و این دیدارها تا چند ماه ادامه پیدا کرد. آنچه که باعث شد من در زندان قصر با سرلشکر قرنی دیدار داشته باشم زندانی شدن برادرم سرهنگ نادر بهزادی رئیس آگاهی تهران در آن زمان. جریان محاکمه برادرم ماجراهای تلخ و شیرینی دارد که دادگاه‌های بلخ را به یاد می‌آورد و چون طولانی است در فصل دیگری به شرح آن خواهم پرداخت. در سال 1343 که سرلشکر قرنی برای بار دوم در زندان قصر به سر می‌برد، نمایشنامه مبارزه با فساد یک بار دیگر شروع شده و عده‌ای از رجال و نظامیان سرکش مانند ارتشبد هدایت، سرلشکر دفتری و دیگران زندانی شده بودند. اما در آن زمان که من برای ملاقات برادرم می رفتم در زندان قصر به غیر از سرلشکر قرنی جمعی دیگر مانند سرلشکر دفتری، سرتیب علی اصغر مسعودی، برادرم سرهنگ نادر بهزادی و عده‌ای از افسران ارشد ارتش و شهربانی به سر می بردند. در همان زمان احمد آرامش در قسمت عمومی بهداری زندان در بند. محلی که این عده در آن زندانی بودند محوطه‌ای بود در قسمت شرقی زندان قصر که آن را با تور سیمی از باغ بزرگ زندان قصر جدا کرده بودند و یک تابلو پرمعنی در سردر آن به چشم می‌خورد. روی این تابلو نوشته شده بود
بهداری زندان قسمت بیماران روانی. در این محوطه جز همین عده و بعدها مهدی کوشانفر رئیس شورای عالی اصناف زندانی دیگری نبود. بنابراین جز آن که همین عده را بیمار روانی بدانیم چاره ای نداریم و ظاهراً هدف زندانبانها هم همین بود. درباره سلشگر قرنه قبلا مختصری شرح داده شد. او متهم شده بود که دوباره قصد کودتا داشته و این بار برای این منظور با روحانیون رابطه ایجاد کرده. سلشگر دفتری ظاهراً به این اتهام محکوم شده بود که کارخانه باتری سازی نیرو را گرانتر از قیمت اصلی برای ارتش خریداری کرده. سلشگر دفتری می گفت حاضر است این کارخانه را به 4 برابر قیمت خریداری شده به بخش خصوصی بفروشد. اما به قول عده‌ای محکومیت او هم مانند دیگر رجال سیاسی بود. 10 سال بعد از 28 مرداد 1332 ادعا شده بود او وقتی در روز کودتا از طرف سلشگر زاهدی به ریاست شهربانی منصوب شده بود و در آنجا میرفت تا شهربانی را در اختیار بگیرد، حکمی هم از طرف دکتر مصدق که با دفتری ها خیشاوند بود در جیب داشت که او را به ریاست شهربانی منصوب کرده بود. سلشگر دفتری قصد داشت هر طرف که پیروز شد حکم او را روی میز بگذارد. اتهام سرتیپ علی اصغر مسعودی که زمانی رئیس خزانه‌داری ارتش بود از همه جالب‌تر بود. این افسر شریف و پاکدامن و باسواد که برای وکالت متهمین 15 خرداد انتخاب شده بود، متهم شد که از موکلین خود به طور جدی دفاع کرده است. ماجرای محکومیت او در زمان خودش خیلی شهرت پیدا کرده بود، زیرا در پرونده در مقابل کلمه اتهام نوشته بودند دفاع از متهمین و در مقابل کلمات محل وقوع جرم نوشته شده بود دادرسی ارتش. گویی وکیل نباید از متهم دفاع کند، آن هم در دادگاه. اما جریان زندانی شدن برادرم در آن زمان رسم چنین بود که برای هر یک از رجال و امیران ارتشی یک پرونده درست می کردند، ولی اقدامی صورت نمی دادند. پرونده حاضر آماده بود تا در موقع لازم مورد استفاده قرار گیرد. در جریان دستبندی های سطح بالا گروه سپهبد عیادی، سپهبد مرتضی خسروانی، رئیس دادرسی ارتش بنا به مصلحتی تصمیم گرفتند برای سلشگر نصیری که در آن زمان رئیس شهربانی بود پرونده ای درست کنند. چند نفر از افسران و کارمندان شهربانی توقیف شدند. برادرم یکی از آنها بود. در جریان بازپرسی به آنها رسانده شد اگر می‌خواهند آزاد شوند باید علیه نصیری گزارش بدهند. عده‌ای قبول کردند و آزاد شدند. برادرم در زندان ماند. روزی سلشگر پرویز خسروانی در جریان یکی از مراسم مرا دید. ضمن ناسزا گفتن به نصیری و ذکر این مطلب که در روز 25 مرداد 1332 که زندانی شد چقدر به شاه ناسزا گفته بود، به من گفت به برادرت از قول من پیغام بده تا وقتی که در ساختن این پرونده کمک نکند در زندان خواهد ماند. پیغام سلشگر خسروانی را به برادرم رساندم. او در کارهای اداری از من با تجربه تر بود. گفت اگر آنها بخواهند نصیری را زندانی کنند احتیاجی به این حرفا ندارند، اما من با قبول پیشنهاد آنها اول باید خودم گناهانی را به گردن بگیرم، آنگاه او را مسبب معرفی کنم. آنها به خاطر حرفای من نصیری را نه برکنار می کنند و نه زندانی می کنند. نوبت او هنوز نرسیده، ولی مرا به استناد حرفای خودم محکوم خواهند کرد. بگذار حال که من به عنوان قربانی انتخاب شدم با مردانگی محکوم شدم، نه با عجز و التماس و به عنوان آلت فعل. در آن موقع من سخنان برادرم را نپذیرفتم، ولی وقتی همزمان با محکومیت بی سابقه برادرم به 15 سال زندان دیدم سلشگر نصیری به درجه سپهبدی ارتقا پیدا کرد و به ریاست سازمان اطلاعات و امنیت کشور رسید، دانستم که تجربه او در کارها خیلی بیشتر از من است. گروه عیادی خسروانی فقط می‌خواستند برای روزی روزگاری یک پرونده از نصیری داشته باشند و برادرم در این توطئه فقط یک طعمه بود که البته چون مقاومت کرد چوبش را هم خورد.
تا وقتی که برادر من در زندان قصر بود هفته یکی دو بار به دیدن او می رفتم. در آنجا سرلشکر قرنه‌ای را هم می دیدم. نخستین بار که به زندان قصر رفتم قرنه‌ای در گوشه ای از محوطه باغ بیماران روانی مشغول پیاده روی بود. اما پیاده روی او به دویدن بیشتر شباهت داشت تا راه رفتن. برادرم می گفت سرلشکر قرنه‌ای تقریبا با هیچ کس در اینجا گفتگو و معاشرت نمی کند. تنها کار او چندین ساعت پیاده روی در محوطه زندان و بعد رفتن به سلول انفرادی بسیار کوچکش است. آنجا کتاب می خواند و نیایش می کند. آن روز طی دقایقی که من با برادرم صحبت می کردم سرلشکر قرنه‌ای مرا دید و شناخت. وقتی به طرفش رفتم مرا در آغوش کشید. بعد از چند کلمه تعارف سنتی موضوعی را که مدت 8 سال در وجودم عقده شده بود مطرح کردم. ماجرای روبل‌های روسی را. گفتم تیمسار هیچ می‌دانید آن روبل‌هایی را که در جریان سفر به شوروی به ما دادید نزدیک بود سر ما را به باد بدهد. خیلی جالب می‌شد اگر ما را می‌گرفتند و بعد روزنامه‌های روسی با تیتر درشت می‌نوشتند چند تن از روزنامه نویسان ایرانی که قصد داشتند با وارد کردن روبل‌های جعلی به اقتصاد اتحاد جماهیر شوروی لطمه وارد کنند دستگیر شدند. با شنیدن سخنان من به قهقه خندید. خندش صفا و پاکی نوجوانان پاکدل را داشت. با لحنی آمیخته با تمسخر گفت از این رژیم توقع بیشتر از این داشتی؟ حرف پرمعنایی بود ولی دیگر آب از سر گذشته بود. قرنه‌ای تا چند ماه دیگر در زندان قصر ماند. در اواخر سال 1143 آزاد شد. قبل از او سرلشکر دفتری و سرتیپ مسعودی هم آزاد شده بودند. برادر من بعد از همه آزاد شد. من دیگر از قرنه‌ای خبری نداشتم جز این که می‌شنیدم سخت تحت کنترل است و هر نوع رابطه او با افراد زیر نظر مأموران قرار دارد. اواخر سال 1356 و اوایل سال 1357 که آغاز جنبش انقلابی مردم بود گاهی اسم او را می شنیدم. می دانستم با آیت الله طالقانی و گروه نهضت آزادی و روحانیون مخالف رابطه خود را حفظ کرده. روز 22 بهمن 1357 با پیروزی انقلاب اسلامی و آغاز کار رسمی دولت موقت سرلشکر قرنه‌ای به ریاست ستاد ارتش منصوب شد. در آن زمان مجله سپید و سیاه بار دیگر منتشر می شد و من هر خبری از سرلشکر قرنه‌ای به دست می آوردم چاپ می کردم. چند روزی از پیروزی انقلاب اسلامی گذشته بود که یک روز از سوی تیمسار قرنه‌ای مرا به ستاد ارتش دعوت کرد. غیر از من چند تن از روزنامه‌نگاران دیگر هم بودند. بعضی از چهره ها آشنا، بعضی از چهره ها ناآشنا. سرلشکر قرنه‌ای وارد شد و با همه دست داد. به من که رسید گرم و صمیمانه در آغوشم کشید. به یاد زندان قصر، محوطه بیماران روانی و آن قدم زدنهای سری افتادم. اشک در چشمهایم جمع شد. می دیدم که اوضاع چقدر تغییر کرده است. زندانی دیروز امروز به عالی ترین مقام ارتشی رسیده است. اما وضع از جهات دیگر هم تغییر کرده بود. قرنه دیگران تیمسار جوان و باریکندام سال 1335 نبود. گذشت 22 سال او را اندکی چاق کرده بود. در دهه هفتم عمر گوشت‌های صورتش از دو طرف افت کرده بود و لباس شخصی بددوختی که به تن داشت اندام او را کوتاه‌تر نشان می‌داد، اما همچنان چست و چالاک و پرتحرک بود. احساس کردم به شدت نگران است. او نگران آینده ارتش ایران بود. در همان روزها وزارت دفاع مدت خدمت نظام را از 2 سال به 1 سال تقلیل داده بود. سرلشکر قرنه‌ای از این تصمیم به شدت ناراضی بود. به من گفت دریادار مدنی وزیر دفاع آن زمان بدون مشورت با من مدت خدمت نظام را نصف کرده. با این دستور همه سربازان ورزیده ما مرخص می شود. از سوی دیگر ناچاریم عده‌ای از افسران دور دیده و با تجربه را بازنشسته کنیم یا پاکسازیشان کنیم. باقی می ماند یک عده سرباز و افسر تازه کار.
البته من به صداقت و فداکاری آنها ایمان دارم، ولی ما همسایه‌هایی داریم که نسبت به اراضی ما چشم داشت‌هایی دارند. باید خیلی زود به فکر مقابله با آنها باشیم. او در اواخر سال 57 حمله عراق به ایران را پیش‌بینی می‌کرد و نگران شایعاتی بود که در آن روزها درباره تضعیف و حتی انحلال ارتش به گوش می‌رسید. از ما روزنامه‌نگاران به عنوان خدمتگزاران وطن می‌خواست از ارتش حمایت کنیم. می‌گفت روزنامه‌نویسان هم مانند نظامی‌ها باید به یک هدف بیندیشند: حفظ استقلال و عظمت کشور. سخنانش شباهت به حرف‌هایی داشت که در سال 1335 برای تحریک ما می‌گفت. بعد ادامه داد: در این چند سالی که من از ارتش دور بودم، از نظر تجهیزاتی پیشرفت‌های زیادی شده، ولی ایمان و اعتقاد کم بود. آن روز سرلشکر قرنه یک گله دیگر هم از مطبوعات و رادیو تلویزیون داشت. می گفت همه اسم مرا قرنه می نویسند و رادیو و تلویزیون هم به همین صورت و شبیه آن ساز معروف تلفظ می کنند. نام من قرنه است، از نواده های اویس قرن هستم. این گله او درباره نام خانوادگیش بود، اما طی این مدت که برای نوشتن شرح زندگانی او به منابع مختلف مراجعه می کردم، دیدم اسم کوچک او هم همه جا با اختلاف نوشته شده. ارتشبد بازنشسته فردوس در کتابهای خود نامش را جایی سلشگر محمد ولی قرنه و در جای دیگر سید محمد ولی قرنه نوشته. در کتابی که با عنوان ماجرای کودتای قرنه اخیراً منتشر شده، نام او جنرال ولی الله قرنه چاپ شده و در جای دیگر محمد تنها و جای دیگر ولی، اما تقریباً همه جا قرنه. در اوایل سال 1358 هنگامی که ارتش ایران از هر سو هدف قرار گرفته بود، سلشگر قرنه یک برنامه همبستگی مردم با ارتش ترتیب داد. سربازان در خیابان‌های پایتخت رژه می‌رفتند و شعار می‌دادند ارتش فدای مردم، و گروهی از مردم در پاسخ آنها می‌گفتند مردم فدای ارتش. هدف سلشگر قرنه از این کار بردن ارتش به میان مردم و بالا بردن روحیه سربازان بود. چندی بعد شنیدم که از سمت خود استعفا کرده. درباره علت استعفا شایعه زیاد بود و حقیقت کم، و بعد یعنی چند روز بعد از استعفا، در اثر بی احتیاطی هایی که از یک افسر اطلاعاتی بعید می نمود، در آن روزهای پرآشوب اوایل انقلاب که گلوله های بی هدف و با هدف از هر سو شلیک می شد، او در خانهش به دست یک جوان که گفته می شد عضو فرقه فرقان بود ترور. از شنیدن خبر کشته شدن او متأثر شدم. حیف بود. او می توانست در روزهای جنگ با عراق مؤثر باشد. گرچه جوانان فداکار ایرانی به آرزوهای او جامعه عمل پوشاندند و دشمن را از کشور بیرون ریختند. او رفت و ارتش ایران یک فرمانده فداکار و با ایمان را از دست داد. 15 سال بعد از مرگ او، از وی جز یادی در خاطره ها، پلاکی بر دیواری از یک خیابان و نامی در کتاب‌ها که اغلب آن را هم غلط می‌نویسند باقی نمانده. ولی او از آن مردانی است که حافظ درباره‌اش گفت هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. دل سلشگر قرنه به عشق ایران و به ایمان و عقیده زنده بود. پس همیشه در دل ایرانیان با ایمان جاوید خواهد ماند. او جانش را در راه وطن از دست داد، در مقابل نام نیک و درجه سپهبدی.